توسط نیروهای امارات اسلامی و همچنان بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان افراغت تجدید می کند. دا مثال د خبرې نور کشورونه چې دي هغه ډېر پرمختګ کړی په تعلیم کې، نو اوس موږ امدګي ورته نیولې ده. زه خپله د هلمند ولایت څخه راغلی یم، دلته مسافر یم، زده کړې کوم، بس زده کړو په ارمان یم. افغانستان بر سر زبان هاست، بلکه تمام دنیا لله الحمد با این موتره که زیر چتر اداره تعلیمات تخنیکی کامل شد، در تمام دنیا متوجه افغانستان شده. بیا راته د امریکایانو نه ټول رااله، اوس خو باید له دغه څخه دا درس واخلو چې راځئ موږ داسې یو څه وکړو چې تر څو به نه د دنیا بدماشان راځي. منزلهی احمدشاه عبدالی، سلطان محمود غزنوی، احمد خان و میرویس خان هستم. از قلبازیا، از خود افغانستان هستم. ترګې مې رڼې د جهالت په هره لاره وې، ترگی میرینی تا جهالت پا هر دار وی همی موتر 5 سال قبل هم بود. این موتر همی رقم کلب ساخته بود، همی رقم تکثیر شده بود، اما هیچ کس حتی از او سراغی نداره. ننواز شمالی کوریا جنوبی کاره یو بلباند چلنج کا کیتونم امروز امرایت حضور ندار از طبقه اوناس. نه خیر، راستش چی درو بگیم، چند از پیش مسیجام کردن، تبریکی دادن، بسیار افسوزی خوردن که ای کاش ما هم می بودیم و شاهد این لحظه می بودیم. سلام همبتنان رو مهربان، امیدوارم هر کجای که هستین خوب و سعادتمند و سرحال باشین. من فیاض نجمی هستم، با یک گزارش ویژه امروز خدمت شما آمدیم. شما میبینید در یکی از تالارهای عروسی امروز فراغت بعضی از محصلینی هستند که از رشته انرژی و آب اینستیتوتش فارغ شدند و امروز توسط نیروهای امارات اسلامی و همچنان بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان این فراغت تجدید گرفته میشه. بریم در این فراغت ببینیم همراه کسایی که هستن صحبت داشته باشیم و محصلینی که آمدن. خیلی برنامه جذاب و دیدنی هست، امیدوارم در این برنامه ما را همراهی بکنین. من در اول همراه کسایی صحبت میکنم که معمولا در دان دروازه به کسایی که هستن به خاطر پذیرایی یا بخش مهمانداری استاد میشن، نام خدا بسیار آمادگی گرفتن صحبت میکنین. انشاءالله یک دو دقیقه صحبت بکنیم. السلام علیکم، خبر نشته؟ السلام علیکم، سرمو بخیر. سیادت شاد وقت زمانه بخیر. سلامت باشین. ما فارسی صحبت میکنیم، شما پشتو صحبت بکنید. مشکل خو نیست. مشکل نیست ضرور. سلامت باشین. چقدر کالای مقبول پوشیدین؟ دانن دلتز مژ د زغپل ال محمدیم د هلمند ولایت وسیدون کیم د دوم سمستر ماسیل یم. ماشاءالله. نن زمژ د پاپا انستیټیوټ انرژي واب کی الکان پاریږي نو دا په خوشحالي باندې مونږ د کالی اغوستي دي غواړو چې د خپل د ماسیلونو سره مرسته او همکاري وکړل د استادانو سره راغلي خدمت لپاره راغلي. آها خدا انت ما فکر کردم که داروسی و ملیم نمو خدا چقدر بس ما قول بوجیم بس داز مرد پار دیر خوشحالی و راز داشتیمش پا پاکانستان که داس انجنران پاری غیجی دا مرد در وادل یو غشت خوشحالی و راز دا مرد پاکانستان دا تعلیم دا کچی سخیو چه پاعت دی خدا اینا کرده مثال دا خبری نور کشورون چی دی اگر دیر پر مختق کردی پا تعلیم که نوست مرد امدگی ورتنی ولی دا زخپل دا علمان ولی دا سخرا غلایم دلتا مسافریم زده کردی کوم بس زده کرو پارمانیو ماشاءالله از علمان دامدن و جتا درس میخونن کدوم رشته رو میخونن این عمومی برق برق ها مربوط شما میشه. این برق که میره کجا میره بدر؟ زه چې کله د دې څخه فارغ استم موږ په منطقه کې په هلمند ولایت کې د کجکی بندونه دي دوه بندونه موږ ته مثال د خبرې مخې جوړ شوی او دانه اوس دوم ترکیه جوړ کړی دی نو دغه برق ګرد سره برابر شوی دی تواشه د دې دغه چې موږ لاړ د لشکرګا ولایت څخه د مرجی ولسوالۍ څخه دون کم زه نو زه غواړم چې بیا خپل په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې د مرجی ولسوالۍ کې د برق دنده په غاړه واخم او ته خدمت وکم. خداوند کم دونه سوزه. امروز چې تیدان مسئولین فاروق میشه دلته به موږ نن خو د دقیق معلومات نه سره سره دا قدر کې معلومات لرم چې اتیا یا بیا کاسه مسلین دلته موږ نه شاش پاره غو کو د خیر او خیر باشین. تشکر از شما قربان مسلم. خیر باشین، امرای سلامت باشین. امرای لالای دیگه هم صحبت بکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر شه. ست شدی؟ سلامت باشین. شما از کجا اومدین؟ چی میگه؟ تاسو لکم زای راغلی؟ لا زابل نه راغلی. زابل دلته مسلی؟ هو دلته مسلی. کوم رشته؟ پر رشته برقی.
رشته برق سو کال کیږي ساش کال اول سمستر دی دلته موږ نن نور د نور زکونکو د پارغنی ورځ د مریدل ته انزباتان په دغه د ډیر غوی انزباتي وکړو د دغه ځای دغه نظم ورسپین د کومرات خیر وینئ تشکر خیر بشین استاسو پیغام څه ده موږ پیغام د دې سیمورم په وخت سره د خیر عمرم در کم پر کندانو نور سي دغه پرغ سوی دي ان شاء الله تعالی عمرم په وخت سره در کم پرغی او وطن ته خدمت کو د برق پرشته کې ان شاء الله تعالی ش په مکمل ډول سلامات بشین تشکر با رئیس های بزرگوار هستیم که جمع مردم هم معلوم میشه کسی که این برنامه را برگزار کردن و در رأس برنامه قرار دارن همراهشون صحبت های میشه باشیم السلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله بخیر باشین ان شاء الله صحت خوب است ممنونتون تشکر بریم در مورد این برنامه بگوین در مورد فراغت بگوین بر دوستا بیشتر معلومات حاصل کنن بسم الله الرحمن الرحیم نو میرا پیولا حبیبی تخنیکی و مسلکی زده کل اداره تر رهبری لاند دیوبا و برکنا انسیتیوت آمریم در پروگرام چی تاسنه نوینه تا موگه تر کرده ده واقعا شو د افتخار او یارد خړک پروګرام دی پروګرام په خاطر فراغت جشن محصلین است که تقریبا 61 نفر محصل از 3 دپارتمنت مختلف از دپارتمنت برق عمومی انرژی قابل تجدید و انرژی منابع آب ته 2 سال که دیگه درس خوانده امیال ان شاء الله روز فراغت شون است که فارغ میشه بسیار خوب 61 محصول است که امروز فارغ میشن از 3 رشته متفاوت اینا با چه دستاورد با چه امکاناتی که مثلا از پنتون از رشته فارغ میشن چی دارن امروز حتما چیز برنامه الحمدلله دوی چه د دې تاسو وسوینه د وګو برخنو انسټیټیوټ د څلور سمسترونو یا دوه کلو ورسته د نظری او عملی زده کړو ترڅنګ دوی ځینې ابتکارات ځان سره لري ځینې مدلونه خبرې کړي چې هغه تاسو ته ولې دل دی هی دی دوی تقریبا څلور سمسترونو کې ډېر څه لاسته راوړي دي او ان شاء الله نور څه به هم لاسته راوړي په نورو مډلو باندې یا په ځینې نورو تجهیزاتو باندې چې هغه موږ وکولی شو د خپل هیواد اتباعو ته وړاندې کړو په ډېر کم قیمت باندې په ډېر ښه کیفیت باندې تر څو وکولی شي د هغو څخه استفاده وکړو هغه مډلونه چې موږ جوړ کړي دي هغه موږ ته نمایش ته ایښي تاسو کولی شئ هغه هلته ټول وګورئ ما یک چیز میخوایم از شما پرسان بکنم چقدر بر پیشرفت تعلیم و تربیت در سطح افغانستان کوشا هستید الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت پراتاک سره د تعلیم او تربیه د خوونې او روزنې زده کړو د پرمختګ لپاره ډیر هیله مند یو ځکه چې اوس الحمدلله سرتاسری امن ده سرتاسری سوله ده د زده کړو لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده ولې د موږ تاسو ځوانانو متاسفانه یو شکل د اشکال او خراب ذهنیت لري اکثره د دې کوشش کوي چې هغه د وطن څخه خارج ته ولاړ شي هغه د خلکو کارونه وکا مزدوري وکا نو غنه به خبره ده چې دلته پاتې شي د تعلیم لپاره زو لاند مثال خایم ده د یوبو او برښنا انسټیټیوټ کوم مسینې چې د خپاره ریګي سمدلاس دوی د کار زمينه مساعديږي دوی اکثریت خصوصي کمپنۍ سره څنګه دوی فارغ شي تصدیق یا فراغت اسناد مون تلاسه کوي دوی هغه تجزبيږي مې خو مې چې زه پرسون وکړم شما جناب مولوی سي زیات دور نه مینم پیش از کې د دورین جمهوریت بود شما کابل بودین یا بیرون از کابل بودین پیش از آمدن جمهوریت نه زمانی که جمهوریت بود پیش از اینکه امارت بیا شما کابل بودین یا بیرون از کابل بودین ما د همین جای بودیم همین چهار اطراف کابل نمانده بودین نه ما میخوایم پس شما پرسان بکنم تفکری که او زمان میکردین در مورد جوانان یا در مورد ترس و تعلیم ای که اومدن در داخل در بخش تکنیکی و مسلکی او جوانایی را که شما تفکر میکردین با این جوانایی که امروز میبینین چقدر تفاوت میبینین یار الحمدلله زیاد تفاوتی لیدل کی کلا چی مو دلته د ځوانانو سره اوس مخ خو تاسو ورته وګورئ دادی د مسلو نه فراغت لپاره دغه د موږ یو ابتکار دی دا په چا باندې احسان نه اچي دا موږ د الله د رضا لپاره خاص پی سبیل الله چې دغه ځوانان دمه د وطن راتلونکی دی کدی هر قوم دی هر ژبه دی هر مذهب دی هر نژاد سړی وي موږ یو کار ورته کوي تر څو د ځوانان پوه شي چې اسلامي امارت ځوانانو ته ژمن دی که ژمن نه وای دا پروګرام موږ د ته نه برابرولو دا د دې فراغت لپاره موږ دغه 15 یا 10 ورځې کې موږ مصروف یو تالار ورته برابر کړی دوی لپاره اړوند مراسم په پام کې ونیسه تر څو د تشویق شي دوی خو موږ کوم بل هدف نشته دی کوم کسان چې تاسو په تالار کې دوی نه چې راغلي دي اکثریت دوی دوستان دي والدین دي کورنۍ دا ورور پلار دا کسان راغلي دي هغه یو ذهنیت ورته ورکړ شي چې د ما د اولاد د ما د زوی د ما د ورور د ما د وراره لپاره الحمدلله موږ داسې مسؤلین لرو چې د هغې د تشویق لپاره داسې نه چې دا مثال داسې یوه تشویقي بڼه لري بلکې دې څخه موږ کولی شو نور ځوانان دې ته وهڅوو چې تاسو هم راشئ زده کړې ته خپل درسونه ته ادامه ورکوئ تحصیل وکړئ دلته لوړو زده کړو وزارت ته یې پوهنې وزارت ته یې تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ده چې نظر نورو ادارو ته هم په عملي شکل باندې او هم په تیوري شکل باندې خپل زده کړې خلکو ته وړاندې کوي بسیار خوب تشکر از شما میخوایم پیامتون رو بشنویم گفتنی دارم میخوایم بشنویم و یک چیز دیگر هم میخوایم نظم و دیسپلین خودتون رو همانگی کردین یا هر کس به شوق خودش مانده مثلا لباس های گند لباس های افغانی پوشیدن دا افغانی لباس تاسو وینئ یا چرمو جوړ واسکټ او سپین کالی او دا موږ د نظم کمیټه لري د موږ مربوط دي د لاس نه پاره مسلین نه پاره مو کالی واسکټونه جوړ کړی دي نکړی داسې
داسې پروګرام نیول کیږي د تاغه او تقسیمیږي د اړوند مسول د خاص خو د نظر لپاره چم زیبوی مفلم کشیدن نام خدا او ان شاء الله خام خدا بخیر باشین سلامت باشین همرو دیگه دوستا هم صحبت میکنیم مگر جیتون باشه خوب است امترون مهربان قسمی که یاداری کردیم بخشایی را که مسئولین انرژی اینستیتوت انرژی آب تولید کردن و ساختن و کار دستای خودشان است اجناس بزرگوار برای ما شما به معرفی میگیرن خسته نباشین بخیر باشین خوب هستین بخیر اول کوتاه خود اگر معرفی داشته باشین دوستا آشنایی بیشتر با شما بپیدا به نام خداوند بخشاینده و مهربان وحید الله صدیقی هستم عامل دپارتمنت انرژی قابل تجدید بسیار خوب بحثی که امروز یا موضوعی که امروز مسئولین جا گذاشتن در این مورد میشه معلومات بدین که افغانای ما یا مسئولین افغانای ما چقدر پیشرفت کردن چه چیزا رو میتونن ساختن دقیقاً شما میفهمین که محصلینی که میان در انستیتوت انرژی ها یک دوره دو ساله را میآموزند و در این مدت که میان بعضی مدل ها بعضی چیزهایی که اشد نیاز به جامعه ما است را میتونن بسازن و مضمونایی که دارن به نام آن جاب ترنینگ است یا کارات عملی هستند که خصوصا در بخش دینی بل انرژی اونها بسیار زیاد کار میکنن یک از این جمله مدل هایی که ساختن چندین مدل اونها خودشان ساختن اینا هم با سکتور خصوصی با اتحادیه های انرژی قابل تجدید و هم با خود انستیتوت انرژی ها به شکل عملی تئوری درس میخوانند و بخش تئوریش هم ما پیش میبریم بخش کارات عملی هم ما پیش میبریم و بعضی وقت های بعضی مدل ها بعضی چیزایی که میباشن میتونه در اتحادیه هم بره یکی از این جمله مدل ها مدل است که میوخشکنای آفتابی هست و این هم محصلینی که درس ها را آموختند و تانستند که این مدل را بسازند و این مدل بسیار به وقت کم ساختن هدف از ساختار از این مدل ای است که ما بتونیم برای مردمی که دهاقین است اونا میوه خود میخواد خوش بکنن سبزیجات خود خوش بکنن میوه‌جات خود خوش بکنن این یک مدل را ساختیم که این مدل هم توسط یک تخته سولار هست و توسط یک پکه اوکاش داره و بخش قسمت های سولار درایر یا همو بخش کلکتور های آفتابی داره که این میتونه میواره به مدت بسیار وقت کم اجاق آفتابی یا اجاق آفتابی هسته که البته این با اتحادیه انرژی قابل تجدید این هم همی میوخش کنه تونلی هست شکل تونلی نداره و این اجاق آفتابی اجاق های هستن که توسط آفتابی کار نمیکنه بلکه توسط چوب کار میکنه و این قسمی هستن که داخل از آب میندازیم و میتونه هم آب به بسیار وقت کم به مو چوب یا چیزی که آتش میکنیم گرم چیز بکنه پخته جوج بکنه و هم میتونه دیگه پخته بکنه و یه قسمی که شما میبینید زغال چیز نمیخوره میشه که زغال استفاده بکنیم میتونیم که از چوب استفاده بکنیم به بسیار چوب کم میتونه که هم دیگه بپزه و هم میتونه که آب بجوش باز دود ازی از کجا میبره؟ دود ازی از بالا میبره یعنی قسمی است که ما بین از این سراغ داره وقتی که میخوایم چوب داخل از میکنه آتش میکنیم یا هم آب گرم میکنه یعنی مسئولیت بسیار زیاده داره هم آب گرم میکنه و هم میتونه که به حساب چی بکنه این هم یک مدل هست که میوه خشکن تونلی هست این میوه خشکن تونلی هست این هم میتونیم به این شکل استفاده بکنیم این هم اگه اینا یک تخت سولار داره چون این سیستم موتورای یا مو هواکش های دی سی داره میتونیم که چون در ولایت ها خب ما برق نداره ما مجبور هستیم برای از این بخش استفاده پکیج های جور بکنیم که در اونجا هم آفتاب وجود داره یکی از جمله نعمت های خداوند آفتاب است و میتونیم که از استفاده بکنیم و در واقع این قسمت های سولار مانده میشه این قسمت سولار هست این قسمت از او اوکاش داره قسمت و میواره در داخل از این میچینیم چه از او بیرون میشه هر کدام از این داخل از این البته یک نمونه سمپلک هدیش هست و در اینجا میتونه با کیفیت عالی تر این برده حقیق این برده و هم اینجا با بخش بریم یا اجاق آفتابی است این گچ دیگه آفتابی هست یا اجاق آفتابی از این فعلا ساخته شده و در بعضی جاها در بعضی اطراف ها که بریم معمولا از طرف مؤسسه ها توزیع شده بله از طرف مؤسسه توزیع شده و این را میتونیم که ما بسازیم هدف ما است که ما هدف همین کشور بخوایم که ترقی بکنه کشور زمان ترقی میکنه که ما از طرف ولسوالی به طرف ولایت یا مرکزیت بیایم چون ما با وجود نیاز مبرم به اینا داریم که اینا بتونن استفاده بکنن این سازگار با محیط زیست است و به حساب محیط آلوده نمیکنه میتونه توسط آفتاب دیگه به این قسمت از میمانیم آفتاب در نقاط محراق از انعکاس میکنه و بعد هم دیگه میتونه بپزه و هم آب میتونه جذب کنه این البته یک سامپل خردش است ما میتونیم اونجا که میبینید سامپل های کلان از هم هست سامپل های کلان از را میتونیم بسازیم و این هم از مقسم او هم مقسم اجاق آها بله بسای چیزایی هست که خود مسئولین که در اینجا کار میکنن به شکل عملی ساختن هم اون جمله میوه خوشکنای شکل دیگه ایزو هست که هم میتونه میوه خوش بکنه و شکل به مدل های مختلف
مختلف از دیگر با مدل های مختلف از بالا و یه میتونه که دای قسمت هزی که میبینین مثل هم قسم قبلی آره است هوا از قسم داخل میشه از اینجا خارج میشه یک موتور داره و هوا کش داره به سوا رو خارج میکنه و با کیفیت عالی ذائقهش از بین نمیره رنگش از بین نمیره مزهش از بین نمیره به بسیار کیفیت عالی این رو میتونه با وقت بسیار کمتر خوش بکنه بسیار خوب نام که شما میبینید این هم یک دیگ افت یک اجاق آفتابی هست که به مدد نمونه بزرگ یک نمونه بزرگ اونا هست هم قسمی که دیگر دیدین این نمونه بزرگ است این قابل اجست است میتونیم که این اجست بکنیم و این شما تبریکی را میبینین آفتابی که دیگه میتابه دوباره انعکاس میکنه در نقطه محراق از به مدت بسیار وقت کم آب جوش میکنه و این بسیار سازگار با محیط زیست ما چون فقر و بیچارگی در کشور ما بیشتر هست ما از برق نمیتونیم استفاده بکنیم چون آب گرم و دیگه همه چیز ما گاز نیاز داریم ما برق نیاز داریم حال متاسفانه افغانستان 80% برقشان وارداتی هست اگر برق هم هست اطراف ولایت ها اکثرا برق ولسوالی و خریجات ما نداره ما میتونیم میره برای اون مردم مظلوم پرسون بکنم شما طبعا در دوره جمهوریت هم بودین در بجا بله ما به دوره جمهوریت تفاوت جمهوریت و تفاوت امارات چی دیدم میدیدم میتونین در جمهوریت چطور مثلا نمایشگاه ما برگزار نمیشد یا مثلا کارهای مسئولین بیشتر به تصویر کشیده نمیشد میخوام اینا شما پرسون بکنم و چقدر مورد توجه امارات قرار گرفت در دوران جمهوریت هم بعض نمایشگاه ها چیز می شود چون سپانسر از او بیشتر دونرا می بود اما در دوران امارت اینا رو به توانه خود بدون که هیچ نوع امکانات کس تعمیل کننده کدام دونر نداریم نه کدام دونر بیرونی هست و نه کدام دونر خارجی هست و این امارات خودشان خود ما البته به توانه خود این کار می کنیم تفاوت هایش است که در او حالت دونرا بیشتر بود اما فعلا دونر نیست ولی امیر امارات می تونه به مو پول و پیسه خودی که داره خودشان بیشتر و این ما می‌بینیم این همین ملکوپتر سختن چخصیم برق بادی هست برق بادی هست شما می‌فهمیم که افغانستان یک کشوری هست که بیشترین منابع انرژی را به خود داره چیزش بادی داره آفتاب داره ما افغانستان سه منبع بزرگ چون شما می‌فهمید که تولید انرژی برق منابع مختلف داره یا ما منابعی داریم که منابع بخش آبی هست افغانستان ظرفیت 23000 مگاوات برق آبی را داره 220000 مگاوات انرژی برق آفتابی است که ما میتونیم از آفتاب برق تولید بکنیم ما چون 6000 مگاوات از برق بادی است که ما میتونیم برق تولید بکنیم ما یک دستگاه بادی است حرکت از این به حساب توسط باد به چرخش می اونجا جنراتور و توربینش است و اونجا برق تولید میکنه و به مصرف کننده ما میتونیم برق بدیم و این یکی از جمله سمپلای هست که مسئولین البته ایراد ساخته و این هم یک بخش کارهای مسئولین ما هست قابل افتخار است اون سمت بخش دیگه میریم که به مقسم هم کارهای مسئولین که هستن برنامه گذاشته شده و امروز هم تعداد زیاد مسئولین آمدن انشاءالله منتظر ما باشید دوستان برنامه ایمان بکنیم کسایی که در این بخش آمدن مسئولین که هستن انشاءالله همراهشون صحبت می داشته باشیم و از کارهایشون تقدیر میکنیم انشاءالله با هم یک جا مدل دیگه که میبینین این یک مدل واتر هیتر است یا آب گرم کنای آفتابی است این هم بسیار سازگار با محیط زیست ما هست چون هزم و چوب و بعضی چیزای برق اینا چیزای نیاز نداره کلکتوری که در اینجا میبینین آب از این قسمت میاد در کلکتورای از این بسیار زیاد داغ میکنه و به قسمت آب از این خارج میشه البته آب تا درجه حرارت 60 درجه و 90 درجه میتونه تا 70 80 90 100 درجه گرم میکنه میتونیم به این استفاده بکنیم به جایی که ما به بایلرهای برقی از بایلرهای آفتابی هست برق مرد اینجا نیاز نیست چون آفتاب است و اینجا هم برای کی میبینی اینجا میمونی خیر خب قسم دیگه کی میبینی بله اینی جرا بسیار گلدار جور کردن دستگاه مایکرو هیدرو پاور است اینی ما در اطراف در ولایت ما میتونیم که دستگاه های برق آبی بسازیم چون افغانستان هر قریه و قشلاق از او توانایی تولید انرژی برق از منابع دینی بل انرژی داره در منابع دینی بل انرژی یکی از اون مایکرو هیدرو پاور ها هست این قسمت را که میبینید این قسمت ساختمانی دستگاه هست که آب از این قسمت می آمو قسمت هایش هم ما سمپل هایی را که جور کردیم که مثلا ویر است ستلینگ بسینگ است فور بیز پنستاک است توربین است جنراتور است چطور برق تولید میکنه برای محصلین خود آموزش میدیم هم به شکل توری هم به شکل عملی در شکل عملی سمپل ها را میسازیم که نیتو ساخته میشه و ما عمو دیزاین و کالکولیشن و اینا را ما میکنیم و محصل هم میگه شما میتونید که به اطرافی که شما میرین این مدل ها را بسازین اونا میتونن دیزاین بکنن چقدر ما زیبا اینجا را لندونی کرده برق نمیگیره نه برق نمیگیره خوی تار است تار تار سمپل ساختن ترانسفورمر به کجا نیاز میشه پایه به کجا نیاز هست مثلا بس جنریشن برق آبی است دیگه در یک برق آبی است از اینا یک هستن استفاده میشه بله و یه قسمتی که شما میبینید آب میاد و یه توربینش هست و توربین به حرکت میاد و چرخش میکنه و جنراتور برق تولید میکنه یک سمپلک هست که برای محصولین البته ایره ساخته مشکلات حقابه با کشورهای بیرونی دارین
ما نمیتونیم که مثلا در اینجا سرمایه گذاری کنیم. البته وقت زمان سابق جمهوریت که بود همین مشکلات داشتیم. خب برق نیاز مبرم، شما میفهمید که بند بعد ساختارش دفعتا نمیشه. هم افغانستان در اون سالی که 2000 بود 2001 انرژی نیاز داشتن، رفتن قرارداد را با کشورهای بیرونی کردن، اما افغانستان فعلا در حدود 23000 مگاوات برق داره که ما میتونیم از آب تولید بکنیم، با دریای آمو تولید بکنیم، دریای کوکچه و دریای بزرگ بزرگ که با افغانستان داریم تولید بکنیم، ولی در اونجا قرارداد کردن و نمیفهم که روی چه ملحوظ بودن اوجا چه شده. اما فعلا افغانستان اگر توجه شده، امارات اسلامی هم به این بخش توجه میکنه و توجه کرده، افغانستان در سه بخش بیشترین ظرفیت ها را دارد. در بخش استشان های برقابی گفتیم، در بخش استشان های آفتابی اگر ما بتانیم روفتاب سولار سیستم ها را به افغانستان نصب بکنیم، افغانستان امشالله میتوند تقریبا خودکفا شود از انرژی. همچنان در استشان های برق بادی ما بسیار کپیسیتی و ظرفیت های بزرگ داریم که ما بتانیم برق تولید بکنیم، ولی زمان سابق بود که اونا برق چوه خود مشکل شد. انشالله به زودترین وقت پلانو هست، توکل به خدا پلانو هست، سر پلانو برنامه کار کرده روان هست. وزارت انرژی چون اونا مربوط بیشتر اما سکتورای کاری اونا میشه انشالله. خیر باشین استاد، تشکر، سلامت باشین. خیر باشین، مقصد من شوخی بکنم، همین مسئولیت برق دارین شاگردام که هست، همین بیشترین دو دشنام که میخوره برقی ها میخوره در افغانستان. دقیقا بیشترین برق دو به حساب همین برقی ها میخوره. اما ما کوشش به این میکنیم که مسئولیت همین برقی داره یا دیگه کدوم گپ دیگه جای است؟ ولی این طور است که در دوران ما مسئولیت هم سر برقی مندازم. یک چیز دیگر هم براتون میگم، افغانستان زمان جور میشه، اینه برای همه میگم که افغانستان در رأس ادارای تکنیکی، افراد تکنیکی جا به جا شد. افرادی که سابق در دوره جمهوریت ما یک مشکل داشتیم که میرفت یک نفر از کشورهای بسیار دوردست میورد به افغانستان، بحث یک بخش پوزیشن بسیار کلانه برایش میداد، ولی او آدم پلان و طرح را که جور میکرد برای کشور بیرونی بود، ولی نمیفهمی که سازگار همین طرح با کشور ما داره یا نه، نتیجه اکثرا منفی میبود. ولی ما خواهش ما از این مقامات هم همین است، افراد تکنیکی اگر در رسای تکنیکی قرار بگیره، افغانستان به زودترین وقت جور میشه، چون میتونه طرح داشته باشه، برنامه داشته باشه، پلان داشته باشه و او رو تطبیق بکنه. دیگه بخیر باشه، باشه. شدم. تشکر. شکر از معلومات شما. همه ما بخیر باشه. تشکر. یک جان سپاس. دوستان همراه مسئولینی که هستن، همراه اونها هم صحبت میداشته باشیم. خصوصاً اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. چنانچه که شما حضور زین داریم که در این روزها الحمدلله اداره تعلیمات تکنیکی نه این که در افغانستان بر سر زبان هاست، بلکه تمام دنیا لله الحمد با این موتره که زیر چتر اداره تعلیمات تکنیکی کامل شد، در تمام دنیا متوجه افغانستان شده است. افغانستانی که همیشه خبرهای درد و رنج و غم و اندوه و کشتن و جراحت نشر می شد، در این چند وقت خبر دیگه ای از امید و توان و قدرت و فکر و اندیشه افغانیت را به دنیا مخابره می کند. جای خوشحالی است که در این مدت کم الحمدلله خادمان شما در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی توانست که اداره را او چیزی که هدف بود، معرفی به ملت عزیز ما، به بزرگان امارات اسلامی افغانستان و به دنیا معرفی کنه، که انشالله نتیجه عمل و کار خیش را ما و شما روزانه میبینیم. صحبتها را کوتاه میکنم و به جوانانی که فارغ التحصیل میشه، جوانانی که در اینجا دارای فکر و ابتکار هستند، به اونا وعده کامل می دهیم که برای اولین بار در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان مرکز نوآوری ایجاد شده که انشاءالله از این امکانات، از این ابتکارات و از این اختراعات شما انشاءالله استفاده می شه. جوانانی که دارای فکر ابتکار و اختراع هستند، انشاءالله در مرکز نوآوری جذب خواهند شد و از ابزار و لوازم و وسائلی که در اداره هست از اونا استفاده خواهند کرد و مورد استفاده آنها قرار خواهد گرفت. و با وزارت هایی که
ما مرتبطیم. الحمدلله با آنها هم گفتگو شده که روز گذشته با محترم وزیر صاحب صنعت و تجارت هم اداره به طور کامل برای آنها معرفی شد و آنها هم قول و وعده همکاری داده که انشاءالله شاگردانی که دارای فکر و اندیشه باشه در مراکز مختلف و در جاهای مختلف انشاءالله از اونا استفاده گرفته بشه. جوانای ما دارای خلاقیت و ابتکارات زیادی هست که با ساخت موتر شما دیدیم که همه دنیا متعیر شد که آیا افغان ها میتواند چنین موتری بسازه؟ اما که در راه میامادیم کمپنی موتر پاکستان در سطح بسیار بالایه که فکر کنم موتر فروشی داره، بسیار کسانی حتی از تصویر این موتر به درآمدهای زیاد نائل شده. فلذا ابزاری که در اینجا وجود داره اینا همه نشانگری است که ما توانایی داریم، ما و شما می توانیم کار کنیم، اما مشکل اینجا بوده کسی از ما و شما استفاده نکرده. همین موتر 5 سال قبل هم بود، این موتر همین رقم کلب ساخته بود، همین رقم تکثیر شده بود، اما هیچ کس حتی از او سراغی نداره. فلذا جوانان بزرگوار که امروز تقدیم جامعه میشیم، جوانان بزرگواری که امروز خادمین ملت قرار میگیریم، ما به شما این میگم که فقط یک چیز در نظر بگیم، رضایت الله متعالی در نظر بگیریم. سترگی میرینی تا جهالت په هر لاروی، سترگی میرینی تا جهالت په هر لاروی، جادشم کون که رختیا توی راو کول. نا قدرمن رئیس آسا خزیات مننه. د پروګرام په دې برخه کې بهیر ملنګ ته بلنه ورکوو تر څو راسي او هغه څه چې دی له ځان سره لري د غونډو ګډونوالو ته یې واورئ. محترم انجینر صاحب بهیر ملنګ. کړو دې فارغ له دې درسو استاذا، زما د سختو ورځو شپو استاذا، نن هغه ستا هڅو یو رنګ راوړی، جر سملتا د زحمت استاد، کړو دی فارغ له دې درسو استاد، زما د سختو ورځو شپو استاد، نن هغه ستا هڅو یو رنګ راوړی، جر سملتا د زحمت استاد. زاده کسی چه دوستان کی را تا پتام آئی، او پاکستان کی را تا بایچان آئی، او تاجکستان کی را تا خان آئی، خان هر کسی که هستی، باست و رستی، از جکو برو میکنی، بسر خانون رو کن، تو بای فاقی که ما، اما قدرت جهان استید کنی. ما در تاریخ سر خدا به خود کس خان نکدیم، و نخواهم کرد، بجز از الله. تو کی هستی؟ از کدام مست هستی که سر خود به قدر افتخار یا محروم هستی؟ من زاده احمد شاه ابدالی، سلطان محمود غزنوی، احمد خان و امین رای خان هستم. از قلب آسیا، از خود افغانستان هستم. افغانستان، و افغانستان را باید تقسیم کردیم. تا نام پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، ایما، بلود، بطرمان. در یک خانواده ده برادر زندگی میکنند با اسمای مختلف، شخصیت‌های مختلف، اما با هم برادر هستند. زمانی که باید کشت کرد کنی اردش در مقابل دستاد میشه و تمام اقوام افغانستان با هم برادر هستند و خانه مشترکشان افغانستان است. ای تو سار خواب نمی کنید؟ هرگز بگیره نشه درمش بسه. چی گفتی؟ در برادر افغان داری؟ در برادر افغان داری؟ سلام کن برادر افغان، سلام کن. چه نزو ها پشت برادر؟ سلام کن دیگه این شب، سلام کن. کجا هستی برادر افغان؟ سلام کن. کدام برادر افغانه؟ در برادر داری؟ سلام کن! کجا این بیرام هم دارد با؟ ما همیش افغانستان اشغال کرده و میکنیم سلام کن افغان های تا! نه این بیرام هم! سلام کن! سلام کن باشین گرم!
من برای شما گفتم که تمام اقوام افغانستان با هم برادرم و در مقابل دشمن اجنبی صرف افغان هستم، یک تن و یک جان هستم و هر کافر مغلوبی که آمده در افغانستان یک روز سر نگون شدم و شما این فکرتان باشه که افغانستان کشور است که هیچ وقت به کسی تسلیم نشده و نخواهم شد. افغانستان کشور هست که بعد اجنبی ها کنا پلان میگیرن که افغانستان را اشغال کنن. افغانستان سیاچو هست، هیچ خارجی نمیتونه که در افغانستان حاکمیت کنه، چون افغانستان بر خارجی ها حلمان سیاه هست. اونا همیش گرگای درنده هایی میدفن میدون و زبان هایشان ببره که پاهی حلمان سیاه را قدس بیارن. اما خوشبخت کنه که در افغانستان در این سیاه ها خرق میشه. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان، زنده افغانستان، یشد افغانستان. تاسو وینئ چې کله په بازار کې جاپانی شی پیدا شي، هر شی چې وي، بیا خلک په هغه کې دا نه وایي چې دا به نو څنګه یو دا بس وای راکوایه اخلي. بهترین شی له هرې نگاه څخه جامع شی، ښه شی، باکیفیته شی، هغه نن جاپانی شی دی. هغه چا کړی؟ هغه دغه ځوانان حتی ورسول. تاسې که چیرې داسې کوي، داسې فکر ځان سره پیدا کوي، بیا به انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې به دغه ملک انقلاب راځي و دغه ملک به له دغه بدبختیو څخه وځي، له دې بده حالته به نجات پیدا کوي او دا به انشاءالله العزیز. او سره د دې ګورې د دنیا د حالاتو درک کول، د هغې د اوضاع پیژندل، دا هم دغه د علم د قشر د هغوی مسؤلیت دی، د هغوی کار دی. هغوی باید دا درکړي او دا باید قشر کړي او دا باید وڅېړي، د هغه سره موافق باید خپل پروګرامونه پر مخ باندې بوځي. دنیا اوس دې حد ته رسېدلې ده، د مځکې تسخیرات ختم دي. اوس په فضا کې تاسو ته معلومات شته چې اوس فضایي راکټونه چې فضا ته ځي، په فضا کې دوغونه ډیر ملکونه پورته کړي دي چې هغه د ډیرو فضایي راکټونه هلته په فضا کې ورک سي، هغه ټکر وکړي، ځکه په فضا کې اوس فضایي راکټونه یا سټلایټونه دونه ډیر سوي دي چې ټوله دنیا اوس د فضا په تسخیر کې روانه ده، هغه تسخیروي. خو موږ الله دې رحم راباندې وکړي، مخکې انګریزان راته راله، د انګریزانو له راتګ څخه موږ دا درس وانخیستی چې راځئ فقط خالی په دې به چې انګریزان مو وشړل بالام په هر مجلس کې دغه تجلیلوله چې موږ د انګریزانو ازادي پیدا کړې. دا خو ښه خبره ده، دا د کامیابي خبره ده، دا د خوشحالي خبره ده. خو دا فکر هم باید موږ کړی وای چې بیا به نو بیا انګریزان که راباندې راله موږ به څه کړو، دغه دپاره به څه آمده کې پکار ده. روسانو ته مشکست ورکړئ، خو له دې څه دا درس وانخیستئ چې تر څو به نو دا خلک راځي زموږ پر اوږو به راسپریږي، زموږ پر څڅکې به راسپریږي، بیا بې موږ له خپله څټه چې کښته کړو بعد دغه به نو بیا هغه ورځ موږ لمانځو چې والا موږ خو داسې کامیابي وو، داسې توره وکړه، داسې پته مو وکړه، داسې یو غټ استقلال مو ترلاسه کړي. په دې فکر کې نه سو چې موږ ولې داسې نه کیږو هغه د پخوا په څیر باندې چې پخوا به موږ تلو دې خواته به مو هم په پاچی کې شپه ورځ نه معلومېدله، دې خواته به هم داسې و، دې خواته به هم داسې و، دې طرف ته به هم داسې و. عقلن که هغه فکر نه وي، له دې خصوص دا زموږ په اوږو باندې به نو همیشه خلک باید نه اسپاره. بیا راته دا د امریکایانو ناټو راله، اوس خو باید له دغه څخه دا درس واخو چې راځئ موږ داسې یو څه وکړو چې تر څو به نو د دنیا بدماشان راځي، د دنیا هغه لابراتوار به زه یمه چې دی د دنیا بومان جوړوي، د دنیا وسایل جوړوي، بل ځای بې د استعمال نه وي، هغه به په ما باندې استعمالېږي، په ما کې به هغه چودنې کېږي، هغه لابراتوار د ټولې دنیا دپاره به نو زه جوړ یمه، دا به تر څو زه یمه. دغه حالت ته تاسې ځوانان تغییر ورکولای شئ.
لند یو مثال درته وایم. پاکستان ویش کاله سابق یو ځوان پیدا سو چې کله پر دوی باندې د هند هغه سلطه راغله، د هغوی جنګ ورسره راغی. هغې له دې څخه وروسته دا فکر وکړ چې تر څو پورې به دا حالات وي، یو ځوان پکښې کې پیدا کیږي، هغه ولاړی خپل تحصیلات یې وکول. له هغه ورځې وروسته اوویشت کاله بعد یې دا ملک داسې جوړ کړی چې هغه د اټومي طاقت خاوند سو. اوس هر چا سره وایي کله چې یو څوک خبر ورسره کوي، دی ورسره دا وایي چې نور دې ته ضرورت نشته، لکه شمالي کوریا د امریکا اختار وکړي. شمالي کوریا وایي زه افغانستان غوندې نه یم چې ته به ما ته عسکر رالیږې، له دې ځای دې ولم، له هغه ځای مې ولم. هغه د لکه یو دخوت چې نیمای کې پر مابین باندې د جغرافیې له نگاه څخه دغسې په دنیا کې یو ملک دی، خو لاکن نن چې ځان یو ځای ته رسولی دی، هیڅ څوک هم په بد نه شي. که څوک ورته وایي د چا یوه ذره پروا هم نه ساتي. نو زموږ ملک به هغه وخت کې دغه حالت ته رسیږي او له دغه بدبختۍ څخه به وځي چې دغسې محصل ځوانان زموږ پر دغه حالت اکتفا ونه کړي، خپل فکر دراز د ځان دپاره وساتي او دراز هدف وټاکي او دغه هدف پر طرف باندې شپه ورځ پر ځان یوه کړي، بیا به انشاءالله العزیز دغه ملک له دغه حالت څخه وځي. هغه فکر د اختراع فکر دی، هغه د نظام او د دې ملک د دفاع فکر دی، هغه ځان د ویلې کولو فکر دی، ځان د غرقولو فکر دی، ځان د ستړي کولو فکر دی. خو د دې ملک او د دې هیواد او د دې خلقو او د دې مسلمانانو او د دې نظام او د دې دین د حفاظت فکر. آیا د پوهنتون ډبره د لومړي ځل لپاره یو مسلمان خور نه دی ایښي؟ پوهنتون د لومړي ځل لپاره یو مسلمان خور فاطمې بنت محمد الفهري القریشي نه دی بنسټګر کړی؟ آیا د لومړي ځل لپاره شبخانه د مسلمانانو خلیفه عبدالملک بن مروان نه ده جوړه کړې؟ عینه کې د لومړي ځل لپاره یو مسلمان ډاکټر ابو علي الحسن نه دی جوړې کړې؟ دغه د اندازه ګیری واحدات د لومړي ځل لپاره ابو ریحان البیروني نه دی جوړ کړې؟ که چیرې جنګي تجهیزات ته فکر وکړو، د تیاری تجربه د لومړي ځل لپاره په 1988 میلادي کال کې مسلمان مهندس عباس ابن پرنانس ترسره کړې ده. نن ورځ شمالي کوریا جنوبي کوریا یو بل باندې چیلنج کا، دغه میزایل یا موشک یا توغندی د لومړي ځل لپاره د عباسیانو د خلافت په دوره کې یو مسلمان مهندس منیر علي جوړ نه کړو؟ هوان چې یوه جنګي وسیله د لومړي ځل لپاره یو مسلمان مهندس نجم الدین عباس تأسیس نکو، بنسټګر یې نه و؟ انټرنیټ او ټیکنالوژي تاسې فکر وکړئ، دا د وای فای شبکه، دا د لومړي ځل لپاره یوه مسلمان مهندس حاتم زغلول جوړه نه کړله؟ کیمیاوي ټیکنالوژۍ ته فکر وکړئ، کیمیاوي ټیکنالوژۍ اساس او بنسټګر د اسلامي نړۍ کیمیا پو امام جعفر صاحب دی. د ده کتابونه د امریکا په مختلفو ایالتونو مختلفو پوهنتونونو کې د جعفر په نامه باندې تدریسی. جابر بن حیان د اسلامي نړۍ د کیمیا پلار یادیږي. آیا د ټیکنالوژۍ بنسټ اسلام نه دی ایښی؟ جابر بن حیان د لومړي ځل لپاره داسې تیزاب جوړ کړل ټوله غربي نړۍ حیرانه کله، تر ننه پورې چا نه دی جوړ کړي. جابر بن حیان سلطاني تیزاب جوړ کړل، درې مالیکول ایچ سی ایل یا کلوریک اسید یا مالیکول نایتریک اسید یا د هوري تیزاب سره یو ځای کړل، سلطاني تیزاب یې ترې جوړ کړل. سلطاني تیزاب ځکه ورته ویایي، درې سلطاني پلیزونه په خپل ځان کې حلي وي، ایوریان، ارجیټیام او پلاتین. ټوله غربي نړۍ حیرانه کوي دا مسلمانان څه کوه. شامپو د لومړي ځل لپاره یو مسلمان کیمیا پوه محمد ابن زکریا نه ده جوړه کړې؟ صابون د لومړي ځل لپاره مسلمان کیمیا پوه نه دی جوړ کړی؟ سلام علیکم. شکر خدا خوب هستیم لالا. چی پرسان میکنی؟ از روزی که فارغ شده نه کار است نه بار است، ایران مانده چی کار کنم؟ از یک طرف قیمتی است، از یک طرف بیکاری است، ایران ایران است لالا، چی کار کنم دیگه؟ مستد لالا، همونده که میگی اگر من قوام خوده این وطن را درد میکنم، حتی قاچاق بر نبزدیم بیرم از این وطن. نوش جانب لالا، تو خدا داری، کاش من میداشتم که تو یک جای میرفتم. تو که من کجا دارم، فقط تو مرا نو میشناسی. من از تو وطن بی پول و بی پیسه هستم، مگم یک قاچاق برم میشناسم کجا میرسم کار میکنی باز پیسه چه میدی.
چی میگی لالا؟ آوالا اون هم اول نمره ما نادر نیست؟ اکمال لالا، نادر لالا کجا هستی لالا نادر؟ نگاله، نگ احواله از روزی که خارج شده شما دیارا احوال ما غریبا را نمیگیریم لالا ما را سمت کنیم حالا او رو خیره لالا دلی چرا رنگی پریده و افسرده استی چی شده؟ مصطب هم که تمام کردیم ای لالا نادر چه پرسامان میکنی؟ از روزی که مکتب خلاص کردیم نه کار است نه بار است از یک طرف غریبی از یک طرف قیمتی است ایران مونده که چی کار کنم لالا آوالا لالا نادر اما در اگر پس مجم که چی کنیم ما هم مکتب غم هم بوده ایم که خاطب خواهر گرد دادیم میرم از یاد دارم این من که از شما باشم کجا میری لالا؟ این جوانه دیگه مکتب کجا رسید؟ می‌بینی افغانستان بهترین انستیتوت ها را دارد که از دو جمله انستیتوت انرژی و آب است یکی از دوستانم در تعلیمات تخنیکی مسلکی بود او مرا رهنمایی کرد نمزه انستیتوت انرژی و آب که حالا الحمدلله هم شامل پرسته آموزشی هستم و هم فنی والا شوهر لالا همین نادر جان هم راست میگه آوالا لالا نادر هم آخو راست میگه یک ماوش ما بودتا میده بندر این تصمیم تغییر بودیم یک در ساعت اقرار نشه ببینیم افغانستان بهترین منبع تولیدی برق دارد اما بازم سعی کنیم که برق ما وارداتی است چرا؟ و خاطری که هر تحولات دستر افغانستان آمده قشن جوان تحصیل کرده ما از این وطن رفته و مزدور کشورهای خارج نه تا بکی بیاییم که ما وطن خود را که شما جوانان نیاز دارد نرمین بیاییم همی وطن خود را بسازیم والا نادر بابا تو هم خلاص میگی شاید جان که دیگم این رو این رو این درگر یعنی گذشته های گذشته های ما شما تکرار نشد جایی شما که پس نمیرمیم ما شما رو به ثبوت نشان میدیم که جوانوش تحصیل کردی افغانستان و بخصوص انستیتوت انرژی ها چی لیاقت های چی دستاوند های داشتن ببینید یست از بعد از آسکی است یک از آسکات تاو میخوره و برق تولید میکنه و این رو ببینید که اجاق های آفتابیست که از طرق آفتاب گرم آمده و میتونیم در زی آب جوش بدیم و نان غذا خود بدیم ببینید این ها از انواع از میوه خوشگون است که این ها را همه بچه های جوانی لیاقت یافته افغانستان جا دیده بلخصوص انرژی و آب پس که نه متعهد میکنیم ما میمانیم تا بسازیم وطن خود را زنده باد افغانستان جوانده افغانستان یش از افغانستان تشکر از توجه کردم هموطنان مهربان تشکر که تا ایدن ما را همراهی کردین دیدین نمایشنامه و بعضی برنامه های دیگر اما مسئولینی که ممتاز فارغ شدن برشان تقدیم دادن همراه خانواده های خود آمدن و یک روز خیلی خوبی و خوشی است السلام علیکم سلام علیکم مبارکتان باشه زنده باشین تشکر بخیر باشین قبلگو صاحب سلام علیکم تشکر زنده باشین علیکم سلام یورتن خاطر تبریکی اومدید زنده باشین لطف کردین یک جان سلامت باشین میشه بچیتون است قسم بدر زده ایم بدر زده چقدر خوشحال هستین که امروز حتما خیلی خوشحال هستیم با تسلط خودی دومه دادن به علم دانش خداوند حفظشون کنه جوان و برادر و دوستان فرزندان های ما را از این برات از این مشکلات خداوند ما را نجات بده تشکر از شما لطف کردین زحمت کشید سلامت باشین بخیر باشین امروز جناب صاحب صحبت میکنین خسته نباشین بازم زنده باشین یار شما تشکر سلامت دو ساله که سپری شد دو ساله بود فکر کنم دو ساله چگونه سپری کردین و با کدام امید و آرزو آیا رسیدین یا خیر زنده باشین دو سال بسیار با موفقیت بسیار با
خوبی سپری کردیم و یکون هدفی که ما داشتیم علم و دانش است که باید از طریق علم و دانش ما بخوایم افغانستان دو ترقی و پیشرفته داشته باشیم. در کدام رشته فارغ شدیم؟ در رشته انجینری منابع آب. منابع آب. افغانستان چقدر غنی از آب است؟ افغانستان بسیار غنی از آب است. افغانستان است که در سطح کشورها از آب غنی است، چون که کشورهای همسایه ما میتونه که همیال آب خود از افغانستان تغذیه میکنه، مثل پاکستان، مثل ایران. متاسفانه که در هنوز هم مدیریت درست در آب نداریم که ما بتونیم از آب خود درست استفاده کنیم. برنامه و پلان ها هست ان شاء الله که حالا فارغ شدین و سند تان گرفتین؟ پلان هست که از اینجا فارغ شدیم ان شاء الله که را بیافتیم در پول تکنیک و ایداد تحصیلات خود اعلامه بتیم در مقطع دو ساله که ما نمیشینیم، مقطع دکترا و مستری و لیسانس رو میخواییم که ما سطح پیشرفت بدیم. بازم مبارکتون باشه، انشالله آرزوی موفقیت بیشتر. تشکر، خوش اومدید. سلامت. ما بتونم امروی نمی دو سال میجا نام خدا کلشان باشه یک عکس سلفی میگیرن، امرویشان یک صحبت داشته باشه. بر ما اجازه است؟ بیا اول امروی دوست ما صحبت بکنیم. خسته نباشین. زنده خوب باشین. مبارکتون باشه. زنده باشین. قربان. چقدر خدا چیزا جمع کردین. قربان شما. تشکر. زنده باشین. لطف همه دوستا است. لطف دوستا از خانه شان آباد که تشکر اومدن و در فراغت ما اشتراک کردن. قربان شما. چقدر آرزو داشته که یک روز فارغ شوید؟ والا آرزو را خیلی آرزوی بالا بود و آرزو را خوب باشه فکر نمیکردم اول امروی دپارتمنت خوشوام و فعلا که اول امروی میشدم بسیار خوش هستم واقعا. قبلگاه صاحب از ای کاکای بزرگوارم از بسیار خوب. بسیار خوب. شما هم بر شما مبارک باشه. شکر. سلامت باشین صاحب. سلامت. از کدام رشته فارغ شدید؟ رشته انجینری منابع. دو ساله بود. بله. آیا بعد از این تحصیلات میخواین ادامه بدین یا که کفایت میکنه میخواین وارد کار شوین؟ نه خیر، میخوایم تحصیلات خود ادامه بدم. اگر رضای خدا بود با همکاری امارات اسلامی افغانستان میخوایم بورس خارجی بگیرم. چقدر خوشحال هستین که در همچون شرایط فارغ میشین از این بودن؟ واقعا خوشحالیم خیلی زیاد، اما در یک هر سه بسیار ناراحت هستم. در هر سه لطفاً خواهش میکنم از حکومت اسلامی خواهش می است که لطفاً مکتبا را برای خواهران ما باز کنند. از این عرصه بسیار ناراحت هستم. من یک چیز میخوام پرسون بکنم، در بخش های شما هم طبقه اوناس بود یا تمام طبقه ذکر بود؟ دقیقاً، البته که طبقه اوناس هم بود، صدای ما بودند، بسیار واقعاً صدای فعال بودند. اما وقتی که حکومت اسلامی اومده با کمال تاسف خواهران ما نشد که بیایند دیگه پس به در سلیم خود و استادان ما هم منفق شدند. سینفیاتون هم امروز امرایتون حضور نداره از طبقه اوناس؟ نه خیر، راستش چی دروغ بگم، چند از پیش مسیج هم کردن، تبریکی دادن، بسیار افتوزی خوردن که ای کاش ما هم می بودیم و شاهد این لحظه می بودیم. چه دلایل مانع شدن اگر دخترها میتونن پنتون برن نسل در پنتون کابل یا بعضی پنتون چرا من بخش برشنا یا بخش تعلیمی و تکنیکی محسوس ساختن؟ راستش گپ ما هم نمیفهمم. چندین بار رفتیم پیش مقامات بالا و گوشان رسادیم که خواهران ما را اجازه بدین بیان به در سلیم خود بیاین، اونها هم عضو جامعه هستند، حق دارن برای ما. اما با کمال تاسف دلیل اصلیش روشن نیست که چرا، چی باعث است که اینها را نمیمونن بیاین به در سلیم خود. خداوند کم نسازه. در پهلویی که امروز خود جشن خوشحالیشان همه هست، اما افسوسی به خاطری میخورن که خواهران ما که امروز از درس و تعلیم باقی ماندن و امروز یک امید داشتن که امروز با هم یک جا جشن بگیرن، همه متاسفانه گفتن که از پشت موبایل برتان تبریک. بله دقیقاً. شاید مطمئن هستم که هش کم ریختن. 100% بسیار ناراحت بودن همیشون. خب تشکر، پیام تو هم گرفتیم. آرزوی موفقیت بیشتر. میخوای افغانستان کار بکنی یا که بری؟ نه خیر، میخوایم در وطن خود باشم تا دم مرگ، تا آخرین لحظه میخوام به وطن خود خدمت کنم. بازم آرزوی موفقیت. قربان شما. تشکر. تشکر. هموطنان مهربان که تا ایده ما را همراهی کردید. خالد اسکی پروداکشن چینل است. چینل. آها. چینل. خالد اسکی پروداکشن. بخیر باشید. دوستان تعداد مسئولین بیشتر هستند. تشکر که تا ایده ما را همراهی کردین. شاد و خرم و سرحال بمانید. گزارش به جیم بود. جشن فارغین مسئولین از بخش برشنا یا بخش برق و آب به مناسبت که اینا در حکومت امارات اسلامی فارغ شدن و یک جا جشن گرفتن. اما افسوسی مسئولین برای این است که امروز طبقه اوناس امرایشان اشتراک ندارم. امیدوارم که صدای این ملت بشنوند و در دروازه های مکتب و دانشگاه ها بر روی تمام بانوان کشور ما باز شود، چون طبقه و تعلیم بر مرد فرض است. تشکر از تک تکتون. خداوند یار و مددگارتان.